آتا، شما هنوز زنده این؟ خب، قضیه چیه؟ اومدیم ببریمت پیش امیر خان، منتظرته. به اون امیر خان ارباب نامردتون بجین، من دیگه دوربر کارهای سابق و خیت کشیدم، میخوام برم دنبال یه لقمه نون حلال. حالا زود بزنیم به چاک. دوست نداریم دست خالی برگردیم ای باقا، تو باس با ما بیای. آخ خدا، میبینی که نمیذارن راحت باشی. میگم که آخ بسر چه؟ منه میزنی؟ بسر آخ بیگه بینا کجا؟ اره باکسه ببینم سری آتام باکسه به تو میگم از این لباس چیه که تنت کرد؟ این لباسیه که باش میرخسم فهمیدی؟ تو غلط میکنی میخوای با این لباس برخسی، من به تو این اجازه رو نمیدم. باز اوضاع قمر در عقب شد. سلام. بریم بیرون. هزار دفعه بهت گفتم اینجا یک کابره است. مردم به کافه و کابره میان که لنگ پاچه آرتیستا رو ببینن. هرچی لنگ و پاچه نشونه مردم دادن بسته، دیگه نمیخوام این کارو بکنم. تو غلط میکنی، من بهت پول میدم که طبق دستور من عمل کنی. یال و این لباس بپوش. نمیپوشم، من با این لباس نمیرخصم. خفه میشی یا نه؟ خفه میشم، اما این لباس رو نمیپوشم. خون اینقدر میزنمت که خون بالا بیاریم، مثل این که یاد دفته هفته ای پیش چه برای سر داوردم. یعنی بچه حالا چه جا بیاریم؟ دستمینش دستم شکر نمیخواد، به خدا بگیم بلش کنیم. برخصم، من از داوردش میشم، خواهش میکنم. برخصم، برش کنیم، بسته شد. یعنی برای اون لباس کنم. فراموش نکن، باید از دستورات من اطلاعات کنیم و برای همیشه فکر این باورم از کلت بیرون کن. گره نکن زری جون، لباسی تو بپوش. میبینی که این بیشه هم دست بردار نی، تو صورت پاکو، من میرم مزخون چرا حاضر. گره نکن. سلام اشرف خانم جون، راستی بهت گفتم که قیافت چقدر واسه آرتیست شدن خوبه. آره گفتی، چند دفعه بهم گفتی. خب پس بیا امشب با هم باشی. میترسم زیادیت کنی جون. آره تو بمیری. دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست برورده این منم. میمیرم واسه جون، چی کرته برم بزن معلوماتم زیاد باشه. گام شمارده شور تو معلومات تو ببره. ای ستنجا توف به ذات پدره. بس سلام اشرف سیاه، قر بده بیا. راستی بهت گفتم که قیافت چه غزه واسه آرتیست شده خوبه. برو شاخان. دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست پرورده منن. بیا امشب با هم باشیم جون، من میخوام بزن معلومات زیاد بشه. برو مارو میگه زمارو مارموله. ببین این گوهر نایاب بعد اصلا پشیمون میشی آخه. توف به ذات پدره. بس سلام مینو کماری، چه غزه خماری. راستی بهت گفتم که قیافت چه غزه واسه آرتیست شدن خوبه. آره صد دفعه گفتی. پس بیا امشب با هم باشیم. خب دیدی چه آیدی. دختر منو دست کم نگیر، خیلی از آرتیست های بزرگ این کافه دست برورده منم. بس سلام افت خانم جان، راستی بهت گفتم که قیافت چه غذا واسه یه. آره گفتی که قیافم به درد آرتیست شدن میخوره. نه با اتفاقا میخواستم بگم قیافت عوضیه، به درد آرتیست شدن نمیخوره. آخ خدا پما چجوری آخ دایی دلمونو. بس سلام.
سون دلم، یه دریا خون دلم، من بهاری ندارم، حالا زمستون دلم. چی بگم با کی بگم، کمه باز هر چی بگم. چی بگم با کی بگم، کمه باز هر چی بگم. چی بگم، چی بگم، چی بگم، چی بگم، چی بگم، چی بگم. برای من ترانه میخوند کجاست، 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 کجاست تا دست گرمش نوازش کنه دستان، نگاه گرم و گیراش بشینه توی چشما. چی بگم با کی بگم، کمه باز هر چی بگم. چی بگم با کی بگم، کمه باز هر چی بگم. چی بگم، چی بگم، چی بگم، چی بگم، چی بگم، چی بگم. دریا خون دلم، من بهاری ندارم، حال زمستون دلم. چی بگم با کی بگم، کمه باز هر چی بگم. چی بگم با کی بگم، کمه باز هر چی بگم. چی بگم، چی بگم، چی بگم، چی بگم، چی بگم، چی بگم. بچه خوب گوشاتونو باز کنید ببینید چی میگم. امشب شما باید کاملا مواظب سری باشید. اگه بو ببره که حبیب از زندان آزاد شده، یه دقیقه اینجا بند نمیشه. آسته بارا با داراشه که چیگی به ماشینم نواله. جون قربه دارم نخل لبت میتاره که جون قربه لبتون برم که استخون نداره. زری 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 خانم، زری خانم جان لباسات عوض کن، عدر عقبی بیو تو آشپزخونه. آشپزخونه؟ آره آشپزخونه. برای چی؟ آخه حیب آقا از زندون آزاد شده. چی؟ آره راست میگی؟ آره به خدا. آخه خدا شکرت، الهی صد هزار مرتبه شکرت. مرتزا جونم، مرتزا جونم، قربونت برم الهی، قربونت برم الهی که منو خوشحالم کردی. حبیبی من آزاد شده. وای خدا جون، هزار مرتبه شد که حبیب آزاد شده. ببین حبیب و جونم، او حبیب برگشت میشه. من قربونت برم الهی، فدات شم الهی. بالاخره برگشت میشه. من عکس رو بلش کن، من تو آشپزخونه منتظر دستم لباس عوض کن، زود بیا اونجا. صبر کن الان میام. جونم حبیب من آزاد شده. بیا بیا تانکر دفت دور مخوری رو مرده این برا 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 آمده برا امی خان زری فرار کرد. از کجا؟ از در پشت آشپزخونه. یالا باشا بری بری بفکر برا برا این کار کجا؟ فرمودی کجا؟ این بر این بر همینجا همینجا کجا؟ 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 اینجا بابا همینجا وایسا وایسا نکم کجا؟ بایی بازی در نیار نمارش دیگه. سم حق نداری از این به بعد پات از کابر بیرون بذاری. مواظبشون باشید. ای خدا من چقدر بدبختم. تو
کی باید اسیر این نامرد باشم؟ تا کی باید تو این کاباره مثل یه زندونی زندگی کنم؟ نمیذاره از اینجا بیرون برم، نمیذاره کسی رو ببینم. حالا دیگه بدتر شد، تو هم باید تو آتش من بسوزی. خواسته نخواست داری جم، خواسته نخواست، همه چی درست میشه. ای بابا جونم میاد، همه کارا رو روبرا میکنه. آخه چطور روبرا میکنی؟ از کجا معلومه که حبیب بیاد سراغ من؟ از کجا معلومه که هنوزم منو دوست داشته باشه؟ خدا کنه باشدش. بینم امیر خان هستم. بله بفرمایید. تو کجاست؟ تو دفترم. بابا اون حبیبی که من میشناسم از جونش هم بیشتر دوستت داره. من میدونم اول کاری که میکنه میاد سراغ ما. امیر خان، حبیب آقا همین الان اومد تو کافه. چی؟ وایس کنم اینا بچه فاشو ناما. شما این حبیب آقا تعارفو بذار واسه خالت زری کجاست؟ ببخشید که نتونستم بیام پیش واسه. همین که لاش خوراتو فرستادی کلی میم نظرم گذاشتی. زیادی حرف نزن، جواب منو بده. یالا بگو سری کجاست؟ این صدای حبیب بود. نه بابا، صدای حبیب کجا بود؟ ایوا چرا؟ به خدا من صدای حبیب و از صدای قلبم بهتر میشناسم. آخ که الهی، قربون صداش برم. حبیب اومده. حبیب آقا جونم اومده. تا قلب جان دیده تو از سینه بیرون نکشیدم، بگو زره کجاست؟ بگو تا خفت نکردم. میگم، اما آخه همینطوری که نمیشه، شرط و شروطی داره. من با تو هیچ شرط و شروطی ندارم، بگو زره کجاست؟ آخه همینجوری که نمیشه مرد. چرا میشه؟ گوش کن کفتار کثیف، من دیگه نمیخوام تو اون برنامه های پردرآمدی که به قیمت جونم تموم میشد برم. هرچی زندونی به خاطر استفاده های نامشروع تو کشیدم بسه. خرفم شدی؟ حالا بگو ببینم زری کجاست؟ اگه بیان جلو با این چاقو شعاره که تو قطع میکنم، یالا سر خرکش کنی، یالا. چرا خفه خون گرفتی؟ بگو این لاشخور از اتاق برم بیرون. بچه ها کاری نداشته باشی. حالا سر عقل اومدی، بگو زری کجاست؟ بگو. خب اینو از اول میگفتی، تو که با آدم فرصت نمیدی. من اینو که یادته کجا زندگی میکرد، همون اتاق دادم به زری. فکر کردم تو نیستی، گفتم زیر پر و بال خودم باشی. پس بگو زندونیش کردی. نه ما کجا؟ تو گیجگاه. نفهمیدم. بفهم زری. حبیب جون، یه بار دیگه دست ما هم به فیض حیب آقا جونمو برسید. حیب آقا نوکرتم جون، نوکرتم و جانکرتم. راستی حیب آقا جون، اون دوتا خولتشانه دمه در چی شدن؟ بارا نگاشو کن. اپا نگاشو کن مثل اینکه چند صد سال مردن. بخت در نکنه، واقعا که گل محمدی کاشته. بقیه یعنی چه؟ یعنی چناره؟ پدر سگا همین که این مفت بخوری کار تو سرتون کنم. راست خوب گوشاتو با کمه بی چی میگم؟ من میدونم که اون صفتها رو به زور از این دختر معصوم گرفتی. اگه یه وقت به سرت بزنه که بخوای یکیش رو کنی، سرتو از تنه جدا میکنم، فهمیدی؟ بیبریم آقا.
جون شما هیچ میدونه قیافاتو چقدر به درد عروس شما میخوره؟ نه بابا جون شما خیلی از عروسای این شهر دست پرورده منه. جون من مرگ شما. برای اینکه به شما ثابت کنم چقدر قیافتون به درد عروس شدن میخوره، بیا امشب با هم تمرین کنیم. نه محلی تمرین ممجون نیستم، برو سراغ کسی دیگه. چند روز طول میکشه؟ 3-4 رو بیشتر طول نمیکشه. چطوری؟ هیچ، دلم یه کمی شور میزنه. آخه میدونی یه زن تنها توی خونه درنده. ای بابا تو هم که همش آیه یأس میخونی زری جون. با خدا باش هیچ اتفاقی نمیفته. فقط کاری که میکنی مواظب سعید پسرمون باش. پسرمو دست تو میسپارم. خداحافظ. خداحافظ. ان شاء الله سفرت به خیر باشه. قربون تو، فدات بشم. یا علی. خودت پشت و پلاش باش. شوهرت هم که رفته مسافرت رو بفرد، پس گوش کن ببین چی میگه. بچم چی از جونم میخوای؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ من شوهر دارم. اگه به خودت و بچت علاقه داری من منظوری تو نمیفهمم. آخه بگو ببینم چی از جون من میخوای. ببین سری، من کلی برات خرج کردم، زحمت کشیدم تا آرتیست شدی، کلی خرج تبلیغاتت کردم تا مشهور شدی. مفت اون که از قبل من به همه چی رسیدی. تازه کلی چک و سفته از من گرفتی تا خرخره مبروکم کردی. چک و سفته چیه؟ بیا اینم چک و سفته‌ات. تازه هر قدم پول بخوای بهت میدم. که چطور بشه؟ که دوباره برگردی کافه؟ از روزی که تو رفتی کافه من از رونق افتاده. تو برای من شانس داشتی زری. ببینم تو رو خدا، آخه من یه عمر در به دریا بدبختی کشیدم، تازه دارم مزه خوشبختی رو میچشم. ازت خواهش میکنم دست از سرم بردار، بذار با شوهرم و بچم زندگی کنم. چند تا بزنم ای بابا؟ پرش کن. چش، من بدون تو نمیتونم زندگی کنم زری. من تو رو دوست دارم. برو گم شو، برو از اینجا بیرون. من دوست دارم. آخه تو چند تا شد؟ 45 تا. ای داد کیف پولم، به نظرم تو خونه جا گذاشتم. باشه بعد هی بخوا. نه باز باز برگردم خونه، تو مسافرت احتیاج به پول دارم. خداحافظ. حالا مجبورم کردی اون کاری که نباید بکنم. نه نه تو رو خدا به بچم رفت. Thank you.
به تو به این در نشونم بیشه تو تو کجا پرم داشتم میگم مرد بیا بریم بس دیگه بچمون تو خونه تنهاست میدونی پشتبون به پشتبون تا کجا اومدی قسم من نکشتمش به هرچی تو این دنیا مقدس قسم من اونو نکشتم آقای باسپورس شما تا به حال چندین بار به جرم دزدی باز کردن گاف صندوق قاچاق و جرائمی از این قبیل محکوم شده و به زندان افتادین آیا اقرار به سوابق گذشته خود دارید یا خیر والله ما... آقای باسپورس گذشته ما کاملا صاف و شما ساکت باشین آقا آقای باسپورس به خدا قسم من اونو کتک زدم ولی نکشتم به هر چی تو این دنیا مقدسه من اونو نکشتم من فقط اونو به شدت کتک زدم بفرمایید من اونو به قصد کشت کتک زدم به من اونو به قصد کشت کتک زدم برای اینکه بزنم نظر داشت ولی به خدا قسم من اونو نکشتم در بازجویی های قبلی گفتی وقتی وارد منزل شدم و امیر رو در حالت تجاوز بزنم دیدم خون جلوی چشمامو گرفت میخواستم اونو با دندونم تیکه تیکه بکنم میخواستم با دستم خفش بکنم آیا شما این حرفا رو زدید یا خیر؟ بله این حرفا رو زدم ولی فقط اونو به شدت کتک زدم بله انقدر کتک زدی که جونشو بگیری که نفسشو تو سینش حبس بکنی و چون دیدی هنوز نفس میکشه به منزل برگشتی رو برداشتی و با شلیک چند گلوله آخرین نفس رو تو سینش حبس کردی اگه من اونو کشته باشم اثر انگشتم باید رو ماشه تفنگ باشه تو آدم سابقه داری هستی تا به حال چندین بار به جرمهای مختلف به زندان افتادی در ارتکاب جنایت آدم کارکشتهی هستی تو خیلی خوب میدونی چطور اسلحه رو به کار ببری که اثر انگشت روی ماشه اون باقی نمونه تو در موقع کشتن امیر دستکش به دست داشتی آقای باسپورس خواهش میکنم اجازه بدین منم توضیح بدم خانم شما ساکت باشین به موقعش از شما سوال میشه خب در مورد دستکش چی داری بگی؟ چی دارم بگم آقای باسپورس من اصلا اسلحه‌ای در دست نداشتم که دستکش داشته باشم بگین ببینم آیا شما این آقایونو میشناسین یا خیر بله میشناسمشون شبی که از زندان آزاد شدی در زد و خوردی که با مقتول صاحب این عکس داشتی اونو تهدید کردی که اگه روی سفته ها اقدام کنه سرشو از تنش جدا میکنی آیا شما این حرفو زدید یا خیر
بله من این حرفو زدم آقای باسپورس، برای اینکه اون آدم بدجنسی بود، اون سفته ها رو به زور گرفته بود. من اونو تهدید به مرگ کردم ولی میخواستم فقط بترسونمش. بسیار خوب، بسیار خوب. بنویسید ختم باسپورسی اعلام میشه و طبق دلایل و شواهدی که در پرونده امر موجوده، قرار مجرمیت متهم صادر و پرونده به دادگاه احاله میشه. که چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد، جمعاً 12 نفر کشته و 75 نفر زخمی شدند. در بین اسامی کشته شدگان این حادثه، نام یک زندانی محکوم به حبس ابد، حبیب فرزند عبدالله نیز ذکر گردیده است. جسد کلیه مقتولین این حادثه در محل به خاک سپرده شده است. راستی هیچ بهت گفتم قیافت چه غزه واسه آرتیست شدن خوبه؟ جون شما، تمام آرتیست های این شهر دست برورده منه. مرگ تو، منه دست کم نگی دختر. بیا امشب با هم باشیم تا معلومات عشقت زیاد بابا. بشه. قلبم گواهی میده که اون نمرده. من میخوام برم همه جا دنبالش بگردم. این شد حرف حسابی. اتفاقا من یه دست ساز آواز درست کردم، بریم شهرستونا. تو رو میخوام با خودم ببرم، همونجا آواز میخونی، هم دنبال روح حبیب خدا بیامارزت میگردی. حاضری؟ آره؟ آره. پر رفتی. یه قمی خون دلم، یه دریا خون دلم، من بهاری ندارم، حالا دم سون دلم. کی بگم با کی بگم، کمه باز هر چی بگم. چی بگم با کی بگم، کمه باز هر چی بگم. چی بگم چی بگم چی بگم چی بگم چی بگم چی بگم. موسیقی
که صداش قلبم و در سینه میلرزم کجاست؟ اونی که لباش برای من ترانه میخون کجاست؟ 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 دست گرمش نوازش کنه دستم، نگاه گرم و گیراش بشینه توی چشمم. چی بگم با کی بگم؟ چی بگم بیچارگی، حالا چه خاکی به سرم کنم؟ آقا زبونم لال، اگه این زن طوریش بشه من چی کار بکنم؟ انشالله که طوری نمیشه آقا، صبور باشین. دکتر میگفت تصادف زیاد خطرناک نبود. صبور باشین، ای داده بیدا، چه اتفاق بدی. ببینم حضرت آقا، این خانم دختر شما هست؟ بله دخترم. خاک دوسترت کنم، دیدی چه خاکی به سرم کردی؟ آقا شما خودتون شاهد بودین که من تقصیری ندیدم. ای داده بیدا، والا به خدا تقصیر من نبود. اون خانم یه دفعه پرید وسط خیابون جلوی ماشین من. ای داده بیدا، چی شد خانم پرستار خانم؟ حالش چطوره؟ حالش بسیار خوب آقا، هیچ نگران نباشیم، فقط کمرش زرد شده. آقای دکتر گفتن در حدود 2-3 ماه باید بستری بشه و کار نکنه، بعدم رو چهارچرخه را بره تا خوب بشه. نگران نباشیم. ای داد بیداد، چه بدبختی، چه گرفتاری. آخه من حالا جواب این بچه رو چی بدم؟ شما ببین آقا، من آدم ثروتمندی هستم. خب. تمام اهالی این شهر منو میشناسن. من حاضرم کلیه خساراتی رو که به شما وارد شده بپردازم، قسم میخورم به جون این یگانه دخترم، قسم میخورم تا زمانی که زن شما نتونه کار بکنه میتونه تو خونه من مثل دختر خودم زندگی بکنه. حضرت آقا، آخه اون خانم بنده نیست. پس کیه شما؟ اون همکار منه، شوهرش توی تصادف قطار کشته شده، من از خودش و بچهش نگهداری میکنم. آقا مرتضی کیه؟ منم خانم، بندم آقا مرتضی. بگی ببینم بچه رو. سلام علیکم آقا مرتضی. بفرمایید تو. سلام آقای دکتر. سلام جناب. خیلی خوب خانم، خطر برطرف شد، ان شاءالله که حالتون خوب میشه. من بازم بهتون سر میزنم. فعلا خدا خدا سلام علیکم دکتر. علیکم سلام. سلام مرتضی. سلام سری جون. الهی قربونت برم، الهی تصدقت برم، شکر خدا که زنده ای. خب سری جون حالت چطوره؟ حالت خوبه؟ آره خوبم، شکر خدا به خیر گذشت. الان حالا کاملا خوبه. هزار مرتبه شکر، جایی که درد نمیکنه. الهی شکر، دست و بالت که درد نمیکنه. الهی شکر، پا و بالت که درد نمیکنه. الهی شکر، ببینم سرت که درد میکنه. الهی شکر. ایوا چی گفتی؟ نه نه الهی نشد، الهی نشد. خب بگو ببینم راستی چی شد که تصادف کردی رفتی زیر سواری؟ مرتضی جون دیدمش، یه لحظه دیدمش، دویدم به طرفش که خوردم به ماشین. چی داری؟ حبیبو. حبیبو؟ آره به خدا حبیبو. باز زده به کلت، باز خیالاتی شده. به خدا خیالاتی نشدم، من حبیبو دیدم، من با چشای خودم دیدمش، والله خودش. خیلی خوب بابا، دیدیش دیدیش. مهم اینه که از خطر مرگ هستی. بگو شکر الهی شکر که خطر مرگ هستم. خدایا شکرت، خدایا 100,000 مرتبه شکرت. بفرمایید خواهش. شما تعهد میکنید که ببرینش منزلتون رو ازش؟ بله آقای دکتر، من تمام مخارج عمل و بیمارانش رو میپردازم و تعهد میکنم در منزلم مثل دخترم ازش نگهداری. متشکرم آقای احتشام، پس بفرمایید تو. خواهش میکنم بفرمایید. ببین هلو، ببین ها، میگم که قیافتون واسه آرتیست شدن خیلی خوبه با. نه بابا جون شما، میدونی تمام آرتیست های بزرگ این مملکت دست پرورده منن. نه بابا جون شما، اگه میخوای به حسابت بشه بیا امشب با هم باشیم، معلومات عشقیمون زیاد میشه. برو بابا دلت خوشه. ده بیزا بس هم نکن. سلام خانم فلونی، عرض داشته هم. چکرم. بله. شما هیچ میدونی قیافتون خیلی به درد آرتیست شدن میخوره. مرگ شما بیشتر آرتیست ها دست پرورده منه. جونه من. جونه شما، برای اینکه بهتون ثابت کنم حاضرم همین امشب تو همین مرز خونه. بارو بابا. بسلام.
تا به حال شوهر نکردی؟ هیچ وقت فکرشم به سرم نیومده. من مردونگی رو فقط تو وجود حبیب شناختم. هیچ وقت نمیتونم تو چشم مرد دیگه ای حتی نگاه کنم، چه برسه به اینکه زنش بشم. میخوام تا آخر عمر خاطره عشق حبیب رو تو قلبم نگه دارم. در این مدت فقط با یاد حبیب، با خاطره های حبیب زندم. آفرین، من این وفا و محبت تو رو تحسین میکنم. اگه تونستی افا من در بی بچه خیال کردی. یادش تمام سوخته میخریم آقا مرتضا، تیرت به سنگ خود خانوم شوهر دارن. اسم شوهرشون هم ایرج خانه، تازه کیام رفتن مسافرت. بله بله. شما شوهر داری؟ در خاله ای دختر عمه چیزی ندارین که به درد ما بخوره؟ متاسفانه نه. دختر عمو چطور؟ اونم نه. دختر داعی چطور؟ اونم نه. بابا معلومه شما مثل ما بی فک و فامیلی. ببینم تو این دوره برا در همسایه‌ها کلفت ملفتی هم ندارین که به درد ما بخوره، یعنی همسایز ما باشه بخواد آرتیست بشه. متاسفانه نه. ببینم پس بنده اینجا تا فعلی هست. بله بس تا چهار خدا هم فعل تا که اینجا موندگار شدی، منم رفتم سراغ آرتیست مارتیس خودمون. تو این مدت به شماها خیلی زحمت دادیم، امیدوارم این دم آخری خاطره خوشی از من داشته باشی. آره ببین، میخوام یه خواهشی از ها بگو. قول بده حرفمو زمین نندازی. نمیخواد برای همیشه مثل یه خواهر اینجا برات. انقدر به من محبت کردین که من اینجا رو مثل خونه خودم میدونم. ولی آخه شوهر تو از مسافرت میاد، نمیگه من یه زن غریبه اینجا چی کار میکنم؟ نه ایرج مرد بسیار خوبیه، حتم دارم از حضور تو این خونه خیلی هم خوشحال میشه. الو چی؟ راست میگی پدر؟ ایرج از مسافرت میاد؟ آره دو تلگرافش الان رسید، فردا با هواپیما میاد. خودت آماده کن. ای خدا چه خوب، خیلی ممنونم پدر، خبر خوشی بهم دادی. قربونتون برم، خداحافظ. آه چی شد؟ شوهرم فردا از مسافرت میاد. به تبریک میگم، چشمت روشن. متشکرم. لیلا جون بابا ایرج فردا از مسافرت میاد. آره بابا ایرج میاد، چه دختر نازش. بابا ایرج میاد. بگو ببینم تو این مسافرت موفقیتی به دست آوردی؟ بله پدر، با اون دوتا شرکتی که فرموده بودید قرارداد خوبی براتون بستم. آفرین آفرین، من به هوش و ذکاوت تو همیشه اعتقاد داشتم. متشکرم پدر، شما لطف دارین. خب تو تعریف کن ببینم خوشگل خانم. راستی میدونی ایرج جون، در نبودن تو به جمع خانواده ما دو نفر اضافه شدن، یه مادر با پسر کوچیکش. چی؟ یه مادر با پسر کوچیکش؟ آره آخه میدونی من با یه زن تو خیابون تصادف کردم. جدی میگی؟ آره به خدا. خب زنکتوری نشد که؟ نه زیاد، فقط کمرش کمی صدمه دید، مدتی تو بیمارستان بستری بود، بعدم آوردیمش منزل تا حالش خوب شد. حالا پیش ما مونده، نمیدونی چه زن خوب و مهربونیه، تو کار خونه به ما کمک میکنه، اینقدر با من دوست شده که حد و حساب نداره. پس بفرمایی خدمتکار آوردی؟ نه اون برای من یه دوست خیلی خوبی شده. در هر حال کار خوبی کردی که از یه زن بیکس نگهداری میکنی. سلام. سلام. پس لیلا کجاست؟ همینجا هست. لیلا لیلا کجایی؟ لیلا اینجا مامان. بادو بابا اومده، بابا از مسافرت اومده. چی بودم؟ بیا حق
خدشو برم بده بغلم. سلام به رو ماه نشوزد جون، خدشو برم. ماشاءالله چه خوشگل شدی تو. بابا زار روز کن برم. بفرم خواهش کنم. خیلی خوبی بابا. سری خانم کجاست؟ رفته بیرون الان بر میگرده. برو بشن میرم چون همان یه مشروب برم. متشکرم آقای احتشام. خوش گذشت بابا جون. جیات خالی بود دختر خوشگلم. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. منم خیلی دلم واسه تنگ شده بود بابا جون. من دلم برات یه ذره شده. خب تعریف کن ببینم. بابا برام چی آوردی؟ هر چی که دلت بخواد دخترم، همه چی. برای سعیدم آوردی؟ سعید؟ سعید کیه؟ دوست منه. آقای احتشام دوست دخترم کیه؟ پسر همون خانومیه که پیش ماست. اونهاش اونجا نشسته. سعید جو بیا با بابا آشنا بشو. بیا ببینم. بلنشو بیا اینجا. ماشالله دستشم چرده تو دهنش. به به بیا اینجا ببینم چه پسر بانمک و قشنگی. به 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 ماشالله چه پهلوانم هستی. سلام به رو ماه نشوزد. ببینم کوچولو حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ خب بگو ببینم اسمت چیه کوچولو؟ ببینم مشکی اسمت چیه عزیز جون؟ اسمت چیه؟ سعیده. سعیده؟ باریکلا به سعید. چند سالته سعید جون؟ چند سالته؟ میدونی چند سالته؟ چهار سالته؟ ماشالله. خب بگو ببینم پدرت کجاست؟ پدرت کجاست؟ من پدر ندارم. مادرم میگه وقتی کوچیک بودم پدرم مرده. پدرت مرده؟ عیبی نداره بابا جون، هیچ مهم نیست. عوضش مامان خوبی که داری. ها مامان داری. اصل کار مامانه که تو هم داری. سلام خاله. سلام عزیز دلم. سلام مامان، مواظب باشه وقت نرین لبه استخرا. مثل بچه های خوب برین زیر آلاچیق با هم بازی کنین. باشه. باریکلا. برین سعید جون. سلام سری جون. ای با سلام. کجا رفتم؟ رفته بودم خرید. چی خریدی؟ رفتم والا یه خورده خرت و پرت از این چیزا خریدم. خب شوهرت به سلامتی اومد. متشکرم. قربونت برم. الهم خیلی خدا رو شکر. قربونت. خیلی خوشحال شدم. راستی بیا به شوهرم معرفی کنم. چرا خوبه بیا بریم تو. چه بدی داری؟ شوهرم آدم درویشی. یه دستی حداقل به سر و گوشم بزنی. باشه بعد حالا نمیخواد بیا. خجالت کشم. برمیگردم. خیلی خوب پس زود برگردی. باشه. چرا دم در واسدی؟ بیداریم تو. ایره جون زری خانمو بهت معرفی میکنم، ایشون هم ایره شوهره. چی شده؟ بهتره ببریمش رو تخت بخوابونیمش. آره زود باشیم. چرا همچی شدی؟ خدای من، خدای خودت کمک کن. سالهای سال بود چشم به راه تو بودم.
همیشه احساس میکردم بالاخره روزی تو رو پیدا میکنم، اما افسوس وقتی تو رو پیدا کردم که در آغوش زن دیگه ای هستی. تو به عشق و وفای من خیانت کردی. حالا میفهمم که عشق و وفا و محبت همش دروغه. من از همین امشب میرم و خودم رو به رسوایی کشونم تا تلافی بیوفایی و دروغ تو رو کرده باشم. آدم و مهر و وفا و دروغه، دروغه اون که همش محبت و دروغه، دروغه هر کی بگه من باورم نمیشه، والا دروغه به خدا دروغه، دروغه دنیا که نیست شهر فرنگ، والا کجاست کیه اون که یه رنگ، والا دنیا که نیست شهر فرنگ، والا کجاست کیه اون که یه رنگ، والا اینجوری باشم، دنیا که نیست شهر فرنگ، والا کجاست کیه اون که یه رنگ، والا دنیا که نیست شهر فرنگ، والا کجاست کیه اون که یه رنگ، والا آدم و مهر و وفا و دروغه، دروغه اون چه همش محبت و دروغه، دروغه هر کی بگه من باورم نمیشه، والا دروغه به خدا دروغه، دروغه دنیا که نیست شهر فرنگ، والا کجاست کیه اون که یه رنگ، والا دنیا که نیست شهر فرنگ، والا کجاست کیه اون که یه رنگ، والا باشه ببینم این چه افتضاحی که در آوردی. یالا راه بیا بریم از اینجا. یالا به تو چه مربوطه؟ اصلا تو کی هستی که به من امر و نهی میکنی؟ چی شده این سر صدا چیه؟ تو یه آدم دروغگو بی شرم هستی. حرف زیادی نزن بیا بریم، به تو میگم یالا. ولم کن برو پیکارت، من با یه آدم حقبازی مثل تو کاری ندارم. پای بقا قضیه چیه به منم بگو آخه، من نمیفهمم، من نمیفهمم بعد چند سال دوری بین شما دوتا این چجور برخوردیه که با هم دارین. آخه تو از هیچی خبر نداری، این مرد یکی از دروغگوترین آدمایی که تو عمرت دیدی ها. ولی اینطور نیست، شماها هیچ کدومتون هیچی نمیدونین. حتی که میدونی واسه ما بگو بفهمی. خب چرا معطلی؟ ده بگو دیگه، بگو ما بفهمه. خیلی خوب خیلی خوب مرتضی، پس گوش کن، گوش کن زری. زری خیال نکن که من آدم حق باز و خیانتکاری هستم، خیال نکن به دنبال پول و تجمل یا هوا و هوس منو تو این شهر پیدا کردی. نه زری، نه اینطور نیست. اگه هیچکی ندونه لااقل اون خدایی که ناظر اعمال بنده هاشه میدونه که من همیشه چشم به راه تو بودم.
همیشه یاد تو رو، خاطره تو رو، عشق تو رو تو قلبم حفظ کردم. بذار ماجرا رو وسط بگم. وقتی اون تصادف وحشتناک قطار اتفاق افتاد، من مرگ و جلوی چشای خودم دیدم. بی اختیار از ته قلب فریاد زدم یا امام هشتم. دیگه چیزی نفهمیدم، ولی مثل اینکه خدا نمیخواست من بی جهت بمیرم، و یا این خواست خدا بود که به جرمی که مرتکب نشده بودم مجازات بشم. راسته که میگن سر بیگناه پای دار میره، اما بالای دار نمیره. در هر حال دستی از غیب نگهدار من شد و من از اون تصادف جون سالم در بردم. وقتی به هوش اومدم و چشم باز کردم، دیدم توی کلبه روستایی هستم. بعد فهمیدم که اون زن و شوهر روستایی منو در یه حالت نیمه جون کنار رودخونه پیدا کردن و به کلبه خودشون آوردن. اون بنده خداها 3-4 ماه مشغول معالجه و مداوای من بودن. اونا نهایت مواظبت و مراقبت رو از من کردن تا منو از مرگ حتمی نجات دادن. آره، واقعا انسان‌های نمونه‌ای بودن. وقتی حالم به کلی خوب شد و تونستم راه برم، با یه دنیا تشکر و سپاسگزاری از اون زن مرد روستایی خدافظی کردم و روونه شهر شدم. اولین فکری که به نظرم رسید این بود که هر چه زودتر بیام سراغ تو و بچه‌م. خیلی وحشت داشتم مبادا کسی منو ببینه و بشناسه. حالا غافل از این بودم که تو روزنامه اسم منم جزو مقتولین حادثه قطار بوده. خلاصه شبونه اومدم در خونم. یه خانومی که نمیشناختمش اومد دم در، گفت چند وقت از اینجا رفته و ما خبری ازش نداریم. زری، باور کن من دنبال تو خیلی جاها گشتم، تا اینکه یه فکری به نظرم رسید. یه شب کسی رو که فرستاده بودم تو کافه از برا بچه‌های اونجا ازت خبر بگیره، اومد گفت میگن از اینجا رفته. گفت شوهرش توی تصادف قطار کشته شده، اونم بار و بونش رو جمع کرده و با مرتضی نامی رفته یه شهر دیگه. کسی غیر از این ازش چیزی نمیدونه. بله، خلاصه دنبال تو به همه شهرسونا رفتم. برای پیدا کردن تو همه جا رو زیر پا گذاشتم. توی یکی از روزایی که دنبال تو میگشتم، قربون تو، حادثه یه تازهی برام اتفاق افتاد. حادثه‌ای که به زندگی درهم و برهم من رنگ تازه ای زد. کمک! مردم کمک کنید، به دادم برسید. چی شده؟ تو رو خدا یکی بیاد کمک کنه، دخترم داره میمیره. چی شده آقا؟ دستم به دامنه، به دادم برس. دخترم از دست دختر چی شده؟ دخترم خودشو تو عموم حبس کرده. داره ببینیم چه داره واسه میکنه. برو ببینم. دختر نازنینم از دستم رفت. کجا سر بابا؟ خودت کمک کن. همون میگی برو چه ببینم. بفر کنار. خدایا خودت کمک کن. وای خدای من، رگشو زده. حالا چه خاکی تو سرم بکن. داده بیداد. واخ واخ واخ، چه خونی ازش رفته. خدای کاری بکن، من که دست و پامو گم کردم. باید برسونمش بیمارستان. دختر نازنین من، بیا آقا بیا کمک کنم. کمک کن کردی. خلاصه اون روز من اون دختر رو از مرگ حتمی نجات دادم. البته شانسم با اون یاری کرد، دکترها به موقع به دادش رسیدن، چون خون زیادی از بدنش رفته بود، به طوری که یه لحظه دیرتر به قیمت جونش تموم میشد. خب بعدش چی شد؟ بعد از این حادثه صمیمیت عجیبی بین من و اون دختر و پدر به وجود اومد، به طوری که چند روز بعد اونا منو به خونشون دعوت کردن. وقتی وارد خونه اونا شدم، یه مرتبه سر و صدای دعوا مرافع اون پدر دختر رو شنیدم. بگو چرا این کارو کردی؟ چرا می‌خواستی خودکشی کنی؟ علتت چی بوده؟ نمیتونم بگم. نمیتونی. آره اینجا کارت هست. ولای علی قسم، اگه حقیقتو نگی، اگه علت این کارتو نگی، با چاوش کمت پاره می‌کنم. هر کاری دلت می‌خواد بکن. می‌خوای منو بکشی؟ بکش. چرا معطلی؟ بذار تو روزنامه‌ها بنویسن دختری به دست پدرش کشته شد. من که ابایی از مردن ندارم. بکش، راحتم کن. آخه من پدر تو هستم، غریبه که نیستم. چرا نمیخوای حقیقتو به من بگی؟ خواهش میکنم بگو علت خودکشی چی بوده. نذار تو در همسایه. آه دختره یه بی آفرو. آقا یه تشم چیکار داری میکنی؟ برش کن دختره. میکشتی برای همشین نکن. از بین بره. برم کن آقا، برم کن.
آخه تو که چیزی نمیدونی. من همه چیزو میدونم. من تمام حرفاتونو شنفتم. چطور؟ از شما همه چیزو شنیدی؟ وای، پس شما فهمیدین که من چه آدم بدبختی هستم. آبرو و حیثیتم به باد. وقتی پیرمرد رو تو اون وضع رقت بار دیدم، وقتی دخترش رو دیدم با چشمای اشک‌آلود و قلبی شکسته و ناامید، فهمیدم که دیگه زندگی اونا به بن‌بست رسیده. فوراً فکری به خاطرم رسید. آقای اعتشام، میخوام یه پیشنهادی بهتون بکنم. پیشنهاد؟ چه پیشنهادی؟ اگه شما و دخترتون موافق باشین، میخوام اونو از شما خواستگاری کنم. جدی میگه؟ بله، جدی میگم. آخه از این پیش آمدی که اتفاق افتاده؟ نه، مهم نیست. ولی باور کردنی نیست. تو با این کار انسانیت و جوانمردی رو تموم کردی. شرف و آبروی منو حفظ میکنی. بذار دست تو. نه، خواهش میکنم. جوون، ممنونم تو منو نجات دادی. پدر، ممکنه خواهش کنم منو با ایشون تنها بذاری؟ البته دخترم، البته. شما برای چی این تصمیمو گرفتین؟ به خاطر اینکه تو زندگیم هیچ وقت تاب و تحمل رنج دیگرونو نداشتم. پس در واقع شما میخواین رول یه آدم جوان مرد رو بازی کنین؟ نه، من هیچ وقت تو زندگیم رول بازی نکردم. همیشه سعی کردم خودم باشم. شما خیال میکنین من چه جور دختری هستم؟ دختری که با میل و رغبت تو بغل یه غریبه انداخته و حالا که بی عفت شده دنبال یه مرد میگرده که حیثیتشو بهش برگردونه؟ نه، من اینطور کنم. من فکر میکنم تو این اتفاقی که افتاده شما کوچکترین گناهی نداری. شما گول خوردین. حتی شما اینقدر به فکر حیثیت و آبروی خودتون بودین که حاضر شدین دست به خودکشی بزنین. خب، با تمام این احوال شما در پیشنهاد خودتون باقی هستین؟ بله، فقط یه شرط داری. چه شرطی؟ شرطش اینه که من و شما رسماً زن و شوهر میشیم، ولی هیچ نوع رابطه زناشویی بین ما وجود نخواهد داشت. آخه چرا؟ خواهش میکنم چراشو هیچ وقت از من نپرسی. قبول میکنی؟ الان چند ساله که با این زن زندگی میکنم، ولی به حقیقت حق قسم تا به حال حتی دست این زن رو لمس نکردم. علتش هم این بوده که من همیشه تو رو دوست داشتم و حالا هم حاضرم برای اینکه بیشتر بهت ثابت بشه همین امشب بریم تو اون خونه، به اون پیر مرد و دخترش بگم تو زن رسمی و قانونی من هستی، بهش بگم که من کی هستم. بعد دستتو میگیرم و از این شهر میریم. میریم یه گوشه دنیا و با هم زندگی میکنیم. نه، تو نباید این کارو بکنی. چی؟ نباید این کارو بکنم؟ نه هدی، نه. چه؟ آخه چرا؟ چون اگه این راز فاش بشه مردم بفهمن که تو شوهر من هستی و بچه اونا یه بچه حروم زاده است، دوباره آبرو و حیثیت اون پیر مرد و دخترش تو این شهر میره. تو این مدت که من پیش اونا بودم فهمیدم که اون پیر مرد چقدر به تو علاقه داره. تو عصای دست اون هستی و اگه بفهمه که اصل قضیه چی بوده از غصه دق میکنه. هزار آفرین به معرفت تو. های بقا، تو باید به وجود همچیزنی افتخار کنی. های بقا، من مخالفه. نه، باشه، ما این رازو فاش نمی کنی. ما میریم تو اون خونه تا ببینیم سرنوشت چی میکنه. حالشه. خب، پس تا دیر نشده بریم. باشه. خدا، خودت سرنوشت ما هم زودتر معلوم کن. الهی، ان شاء الله که زیارتتون قبول باشه. متشکرم.
متشکرم دخترم. راستی جان ایرج نهارا میاد خود باش پس رو با غذاهای خوب درست کنی یادت نه حتما. خداحافظ. خداحافظ. سفر بخیر. در غیاب من از لیلا خوب مواظبت کنی. باشه مطمئن باش. خداحافظ. خداحافظ. درمون خدا. خداحافظ. خداحافظ. خداوند، اون روزی که ایرج به من پیشنهاد ازدواج داد شرطش این بود که بین ما هیچ رابطه زناشویی وجود نداشته باشه. من قبول کردم به خیال اینکه بتونم با گذشت زمان مهر و علاقه اونو به خودم جلب کنم، ولی الان 4 سال گذشته و این مرد کوچکترین علاقه‌ای به من نداره. آخه چه علتی میتونه وجود داشته باشه؟ خدایا بازم به درگاهت استغاثه میکنم. حالا نمیشه صبح به این زودی نری شرکت؟ چطور مگه؟ آخه طول این مسافرت خستتون کرده. یعنی انقدر پیر شدم که از یه مسافرت 24 ساعته خسته میشم. نه دخترم نه. راستی به ایرج بگو امروز زود بیاد شرکت. کارمون زیاده. چش بدر. برو پسر. بسه عزیز دلم، تو سر ساعت 8 باید شرکت باشی. خب امشب و فردا شب من و تو تا لیلی از مسافرت بیاد وقت داریم. خیلی خب، راستی ببینم نهار چی برام درست میکنی؟ قرمه سبزی. قرمه سبزی دوست داری؟ قرمه سبزی او چه جورم دوست دارم. قرمه دارم. خب قرمه تو مرمه. خداحافظ عزیزم. شب خوش گذشت؟ شما برگشتی؟ آره برگشتم. هیچ انتظار نداشتی که امروز برگردم ها؟ سر به زنگا برگردم و شاهد این رخت خواب گناهالود باشم. ای حرفه کسی، این بود نتیجه اون همه محبت و خوبی که در حقت کردم؟ اگه میدونستم این همه مهر و محبتی که به تو میکنم شرمانه ایه، همون روز تصادف زیر چرخهای اتومبیلم لهت میکردم. حالا میفهمم تو چه زن حق بازی هستی. حرفات خیلی خوب یادمه، میگفتی شوهرم مرده، من تا آخر عمر دیگه شوهر نمی کنم. میخوام خاطره عشقشو تو قلبم حفظ کنم، نمیتونم تو چشم مرد دیگه حتی نگاه کنم. این مزخرف رو سرهم کردی تا بتونی خودتو تو دل من جا کنی؟ تو اینقدر بی شرم و بی حیا هستی که نذاشتی یه شب از غیبت من بگذری. با شوهر من تو اتاق خواب من، زیر سقف خونه من. ای توف به تو، پس چرا ساکتی؟ چرا جواب نمیدی؟ من چیزی ندارم بگم. همین الان دست بچه تو میگیری و از این خونه میبری بیرون و الا مثل یه سگ میندازمت بیرون. بیا اینم مزد هرزگی دیشبت. حت میدارم شوهر من به تو مثل یه زن فاحشه کرده. بگو. اون
تو دفتر منتظرتونه. خانمم. بله. بچرخ. سلام عزیزم. حالت چطوره؟ چطور به این زودی برگشتی؟ قرار بود چند روز دیگه. ببند دست بزن. خب مثل اینکه از مسافرت بی موقع برگشتم نه؟ شاید دلت میخواست اصلا برنگردم تا از هماغوشی با یه زن هرزه لذت بیشتری ببری. چی داری میگی زن؟ خودت بهتر میدونی. الان چند ساله که تو شوهر منی؟ چند ساله توی خونه زیر یه سقف با هم زندگی میکنی؟ و تو توی این مدت حتی یه بار دست منو لمس نکردی. و اون وقت یه شب که تو خونم نبودم با یه زن غریبه که من از روی ترحم و دلسوزی مثل یه کلفت ازش نگهداری میکنم همبسته شدی. آخه تو وجود اون زن هرزه بی سر و پا چی دیگه؟ بسته دیگه. اون زن هرزه نیست، اون زن بی سر و پا نیست. بفهم چی داری میگی. تو از هیچ چی خبر نداری و بی جهت بزنی که گناهی مرتکب نشده تهمت میزنی. اون زن منه. چی گفتی؟ اون زن توه؟ بله، زن رسمی و قانونی منه. من و اون سالها پیش با عشق و علاقه با هم ازدواج کردیم و سعیدم پسر ماست. ولی اون میگفت که شوهرش مرده، توی تصادف ترن کشته شده. اینطور خیال میکرده. به همین جهت شب همون روزی که من از مسافرت اومدم اون خونه شما رو ترک کرد و رفت. من همون شب اونو پیداش کردم و تمام سرگذشت خودم و تو رو براش بازگو کردم. ولی اون به خاطر تو و به خاطر پدرت و به خاطر اینکه آبرو و حیثیت خانوادگی شما حفظ بشه دوباره به خونه شما برگشت. وای خدای من، پس من چقدر به این زن بد کردم، چقدر به اون توهین کردم. من باید ازش معذرت بخوام، باید رو دست پاش بیفتم که منو ببخشه. آخه چرا به لیلی خانم نگفتی که تو و حبیب چند سال زن شوهر هستی؟ اگه میگفتم همه چی به هم میخورد. این سرشون فاش میشد و آبرو و حیثیتشون تو این شهر از بین میرفت. آتا به که اومده؟ حبیب! سلام کنم. منتظرت بودم حبیب، میدونستم میای سراغ. من تنها نیستم زری، یه نفر دیگم هست. من همه چیزو براش گفتم. منو ببخش زری، من خجالت میکنم تو روی تو نگاه کنم. من ندونسته به تو توهین کردم و حالا اومدم به پات بیفتم که منو ببخشی. منو ببخش. نه خواهش میکنم، تو که تقصیری نداشتی. خودتو ناراحت نکن، پاشو بریم رو تخت بشین. پاشو بفرمایی، ما چاکره شما این نو نوکرتم. چه چاکرتم، می مخلصتم. خوش اومدی. قدم سر چهر. از شما ها متشکرم. خیلی خوشحالم از اینکه بالاخره شما دو نفر به هم رسیدین. بالاخره حق به حقدار رسید. ولی از یه لحاظ غم دنیا به دلم نشسته. و اون اینه که شماها ما رو ترک میکنین و چراغ خونه ما بعد از شماها سوت و کور میشه. فقط میخوام برای آخرین بار از شماها یه خواهشی بکنم. بگو هر چی دلت میخواد بگو. متشکرم. بفرمایید. متشکرم. نوش. فردا روز سالگرد ازدواج ماست. پدرم جشن مفصلی تدارک. لا با چاکرتونم دعوت داره. خیلی خوشحال میشم اگه بیاین. نوکر شما. چون برای آخرین بار دلم میخواد حبیب به عنوان شوهر من تو این جشن شرکت کنه. و بعدش عزیزم این چه حرفیه میزنی؟ برعکس، ما قصد داریم بعدش هم اگه شما بخواییم پیش شما بمونیم، چون میخواییم آبروی تو و پدرتو برای همیشه حفظ کنیم. حالا حبیب نشد رفیق حبیب نمیشه؟ شما دو تا بزرگواری و انسانیت رو تموم کردین. من نمیدونم با چه زبونی این همه محبت شما رو جبران کنم.
دنیا غم دار دلم، اما با کی بگم، با چه زبون؟ خانم ها و آقایان، امشب پنجمین سالگرد ازدواج دخترم لیلی با ایرج داماد عزیزمه، مردی که در صداقت و امانت برای من یک فرد نمونه است، مردی که همیشه عصای دست من بوده. من به وجودش افتخار میکنم و همین جهت میخوام امشب در حضور همه شما مدیریت تمام تشکیلات و کارخونه و تمام زندگیمو به عهده اون بسپرم. یعنی در واقع میخوام هستی و نیستی خودمو در زنده بودنم به این مرد شریف بسپرم. خواهش میکنم به افتخار کنید آقای احتشام. دست نگه دارید. اتفاقی افتاد آقای دادستان؟ بله آقای احتشام، یک اتفاق مهم و تأسف آور. شما هیچ میدونید شخصی رو که به عنوان جانشین خودتون معرفی کردید چه جور آدمیه؟ شما این شخص رو نمونه یک مرد شریف و درستکار معرفی کردید، درسته؟ ولی اطلاع ندارید که این مرد چه سوابق بد و ننگینی داره. آقای دادستان، شما هیچ میدونین چی داریم میگید؟ بله کاملا میدونم دارم چی میگم. این شخص یک دزد سابقه داره، یک آدمکش حرفه‌ایه، یک محکوم فراریه. این شخص اسمش ایرج نیست، بلکه حبیب، معروف به حبیب خالکوبه. این شخص یک قاتل فراریه که بازرنگی خودشو مرده قلم داد کرده و سالهاست که از چنگ قانون و عدالت فرار کرده. آقای دادستان، شما حق ندارین بی جهت و بدون دلیل داماد منو متهم کنین. داره که کافی در دست دارم، به خصوص شاهد زنده‌ای که در همین مجلس حضور داره و اون زن این مرده.
گفتین زن این مرد؟ بله، زن رسمی و قانونی اون، زنی که مسبب و عامل اصلی قتلیه که به دست این مرد صورت گرفته. ببینم، تو این مرد رو میشناسی؟ تو زن اون هستی؟ بگو زری، حرف بزن، خواهش میکنم حرف بزن. نه آقای احتشام، اون آقا اشتباه میکنن. من شوهر ندارم، شوهر من سال هاست که مرده. دروغ نگید خانم، شما با شهادت دروغ نمیتونید منکر حقایق بشید. شما زن رسمی و قانونی این مرد هستید. اعتراف کنید که زن و شریک جرم او هستید. بگید، حرف بزنید. تمومش کنید، اینقدر این زن رو رنج ندین. اون به اندازه کافی شکنجه و عذاب زندگی رو تحمل کرده. بله، اون زن منه، زن رسمی و قانونی منه. من اعتراف میکنم که این زن زن منه، زن رسمی و قانونی من، زنی که با منتهای فداکاری حاضر شد رو احساس خودش پا بذاره و منکر بشه که زن منه، فقط به خاطر اینکه آبرو و حیثیت خانواده این مرد محترم و دخترشو تو این شهر حفظ کنه. بله آقای رئیس دادگاه، آقایون قضات، من اعتراف میکنم که اسمم ایرج نیست، اسمم حبیب، معروف به حبیب خالکوبه. من تو زندان تن زندانی ها رو خالکوبی میکردم و این اسمو با خودم از زندان آوردم. من یه آدم سابقه دار هستم، چندین بار به خاطر جرمای مختلف به زندان افتادم. یک فرد در به در آواره محلای پایین شهرم. از بچگی محروم از محبت پدر مادر بودم، از بچگی تو لجنزار اجتماع بدون سرپرست بدون باعث و بانی بزرگ شدم. همیشه با دزدی و قاچاق و کارهای خلاف قانون امرار معاش می کردم، ولی همیشه تو قلبم در اعماق تاریک وجدانم از کارهای خلاف قانونی که می کردم احساس ندامت و پشیمانی می کردم. تا بالاخره رسید اون روزی که از کارهای بد گذشته سرم به سنگ خورد و به خودم اومدم و تصمیم گرفتم آدم بشم. تصمیم گرفتم برم دنبال یه زندگی شرافتمندانه، برم دنبال یه لقمه نون حلال. به همین جهت آخرین باری که از زندان بیرون اومدم دست این زنو گرفتم و با هم رفتیم یه گوشه زندگی ساده ای رو شروع کنیم، ولی متاسفانه میسر نشد، یعنی نذاشتن. یه نفر کشته شد و من به جرم قتلی که مرتکب نشده بودم محکوم شدم. اون وقت خونه خوشبختی رو که با این زن ساخته بودیم یه مرتبه رو سرمون خراب شد و حالا بازم در این دادگاه میگم که من کسی رو نکشتم و بیگناه هستم. آقای دادستان، اگر اظهاراتی دارید بفرمایید. ریاست محترم دادگاه، به استناد دلایلی که در کیفر خواست به اطلاع رسید، این شخص یک بار به جرم قتل عمد در دادگاه استان مرکز به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم گردیده. مضافاً این که پس از حادثه قطار سالهای سال با زیرکی و تردستی خودش رو مرده قلمداد کرده و از چنگال قانون و عدالت فرار کرده. علی‌حضرت طبق ماده 170 قانون، اشد مجازات یعنی صدور حکم اعدام را برای متهم از دادگاه تقاضا می نمایم. خواهش می کنم نظم دادگاه را رعایت کنید. متهم از جای خودش بلند بشه. قبل از اینکه آخرین دفاع خود را اظهار کنید، ضروری است هویت مقتول برای شما در محضر دادگاه محرز بشه. بنابراین عکس مقتول به شما نشان داده می شود. بگید آیا شما این شخص رو میشناسید یا خیر؟ بله آقای. آقای رئیس اجازه میخوام. بفرمایید خانم. من به عنوان یه شاهد میخوام مطلب مهمی رو به عرضتون برسونم. راجب کی و چی خانم؟ راجب مقتول، صاحب این عکس. بفرمایید خانم. آقایان قضات، آقای دادستان، این مردی رو که شما به عنوان قاتل در این دادگاه دارین محاکمه میکنین کاملا بیگناهه. اون به هیچ وجه قاتل نیست. قاتل این شخص یعنی صاحب این عکس من هستم. من خواهش میکنم نظم دادگاه را رعایت کنید. تعجب نکنید، بذارید ماجرا رو براتون تعریف کنم. آشنایی من با این شخص اینطور شروع شد. هر روز سر رام قرار می گرفت.
هر جا میرفتم و به هر جا قدم میذاشتم اونو میدیدم، یعنی دائم سر رام سبز میشد، برام ایجاد مزاحمت میکرد، از من خواهش میکرد، تمنا میکرد که با اون دوست بشم. خودشون مرد با صفا و با حقیقت جلوه میداد، مرتب برام به وسایل مختلف گل میفرستاد. نه یک روز، نه یک هفته، بلکه ماها این کارو کرد، تا اینکه بالاخره گول این تظاهرات و انسانیت و ادب دروغی اونو خوردم. با تملق و چاپلوسی، با تزویر و ریا، بالاخره عشق و عقل منو دزدید. کم کم بهش علاقه مند شدم، به گردش و تفریح میرفتیم، منو مرتب به خونش میبرد، تا اینکه یه بار که به منزلش رفته بودم به من با کلک و تزویر مشروب زیادی خوروند. نمیدونم تو مشروب چی ریخته بود که پس از خوردن احساس سرگیجه شدید کردم. همه چیز به دور خودم چرخ میخورد، ولی یارای حرف زدن و مقاومت نداشتم. این وضع مدتی ادامه پیدا کرد، تا اینکه به کلی بیهوش شدم. بعد از اون شب چند بار به سراغش رفتم، همیشه به من نوید ازدواج میداد، ولی هر بار به بهانه ای از من فرار میکرد، تا اینکه فهمیدم ازش حامله شدم. اون وقت به کلی قیمه زد و بعدم منکر همه چیز شد. منم تصمیم گرفتم تقاسمو ازش بگیرم. مدت ها در تعقیبش بودم، تا اینکه اون شب توی اون باغ لحظه ای که مدت ها در انتظارش بودم رسید. نه بله آقایون قضات، این شخص نامردی بود که شرف و آبروی منو برباد داد، اون حیثیت و عفت منو لکه‌دار کرد. من به خاطر حفظ شرف خودم و پدرم دست به خودکشی زدم، ولی این شخص که شماها اونو به عنوان یک قاتل میخواین اعدامش کنین، جون منو نجات داد و با گذشت و فداکاریش شرف و حیثیت منو پدرمو خرید. حالا حاضرم هر گونه مجازاتی رو طبق قانون بپذیرم. دادگاه وارد شور میشود. دادگاه وارد شور میشود. علی‌هذا به استناد دلایل و شواهد موجود در پرونده، دادگاه به اتفاق آرا حبیب فرزند اسدالله را از اتهام منتسبه تبرئه نموده و خانم لیلی فرزند احتشام را با توجه به علل مخففه به 3 سال زندان محکوم می نماید. این حکم تحت 10 روز قابل فرجام است. آیا برای کنار؟ قصدشو نخون لیلی خانم، 3 سال که هیچی، 13 سالم که هیچی، 30 سالم باشه به پات میشینم تا از زندون بیای بیرون، اون وقت خودم نوکرت میشم تو آخر عمر. هیچ دفعه کمی هم از این حیباقا خالکوب ندارم. بخند جون من، این کم بیمیره، بخند ده، بخند که لام هستم. این شاد جیگره تو برم حیباقا، بالاخره ما هم قیالدار شدیم. لیلی خانم چون نگفتم قیافت به درد عروسی به خودم میخوره؟ اینه و قیافه خودم که به درد داماد سرخونه میخوره. Thank you.